یک بحث تغذیه مناسب است. مورد بعد این که تغذیه به وقتش هست. سلام خدمت شما همراهان عزیز و گرامی، سال جدید رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید و در بهار سال 1401 پیشرفت های خوبی داشته باشید، انگیزه های خوبی برای مطالعه، برای فراگیری، برای کسب و کارتون داشته باشید. ما هم این عید سعید باستانی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می کنیم و خیلی متشکریم که تا اینجا ما رو حمایت کردید و دلگرمی دادید به ما. اولین ویدیوی آموزشی خودمون رو در بهار جدید و سال جدید شروع می کنیم. در این جلسه می خواهم در رابطه با علل پرریزی نکاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه کنم. همانطور که می دونید پر در مرغ به منزله مو در انسان هست. همونطور که باید بهداشت رو رعایت کرد، تغذیه رو رعایت کرد، این هم شبیه همون مسائل هست. اما نکاتی که در طیور هست، این رو باید به صورت تیتروار خدمت شما عزیزان بگم که اونهایی که در فارمهای خودشون پرریزی دارن، مشکلاتی دارن، حتما بتونن این مشکلات رو از این طریق در واقع درمان کنن و پیشگیری کنن که خدای نکرده به این مسائل دوچار نشن. مورد اول در رابطه با پرریزی بحث تغذیه هست. دوستان توی تغذیه ما دو تا نکته رو خدمت شما عزیزان ارائه میکنیم. یک بحث تغذیه مناسب است. مورد بعد این که تغذیه به وقتش هست. ما نمیتونیم یه بار ساعت 2 تغذیه بدیم، یه بار ساعت 4 غذا بدیم به مرغای خودمون. حتما سعی کنید که اون زمان مناسب رو، توالی مناسب رو در تغذیه دهی رعایت کنید و از زیره های بالانس شده هم حتما استفاده کنید، چون بیشتر قسمتی که پر رو تشکیل میده پروتئین هست و حتما باید پروتئین ها رو در زیره خودتون داشته باشید و بالانس کنید. مورد بعدی ویتامین ها و مواد معدنی هستند. به عنوان مکمل حتما به زیره غذای خودتون اضافه کنید که این مشکل پیشگیری بشه و براتون ایجاد دردسر نکنه. مورد بعدی بیماری های ویروسی است. یکی از بدترین و یا شاید مهمترین بیماری هایی که ما در پرریزی گریبانگیرش هستیم عامل ویروسی پولیوما هست که این رو حتما دوستان در نظر بگیرن. باعث فلجی میشه، باعث پرریزی میشه، باعث بسیاری از اختلالات مربوط به تنفس و عصب همزمان و ریختن پر طیور میشه. این نکته رو هم در بیماری های ویروسی حتما در نظر بگیرید که دچار این بیماری ما به هیچ وجه نشیم. عامل بعدی انگل ها هستن که شپش و در واقع انگل های داخلی و خارجی طیور هستن که اینا رو هم حتما باید با اضافه کردن مواد ضد انگل به داخل زیره های خودتون حتما اینها رو پیشگیری کنید که دچار پرریزی ما در طیور خودمون نشیم. عامل بعدی بحث نور هست و شدت نور هست. سعی کنید شدت نور در یک اندازه باشه. شدت‌های بالا و پایین نور رو حتما کنترل کنید. عامل بعدیمون عامل استرس هست. استرس بسیار بسیار خطرناک هست در طیور و همچنین در دام. اینها عامل بسیاری از بیماری ها و مادر بسیاری از بیماری ها همین استرس ها و سر و صدا هایی که در داخل فارم های تخم‌گذار و گوشتی ایجاد میشن باعث میشن که پرریزی در اینها ایجاد بشه. عامل دیگه عامل گارچی هست که شما میتونید این رو هم از طریق کنترل رطوبت بسترتون کنترل کنید و نذارید که عوامل گارچی مثل آسپیرجیلوس یا سایر عوامل گارچی در فارم شما شیوع پیدا کنه. اگر میتونید یک مورد من خدمت شما دوستان بگم، میتونید قسمتی از پوست رو در واقع خارش بدید و این رو بدید آزمایشگاه، حتما براتون اینها آزمایش بشن که شما تشخیص بدید کدوم نوع قارچ در فارم شما بیشتر هست، بتونید این رو درمان کنید. و آخرین مورد در رابطه با پیشگیری و درمانش هست. پیشگیری ها رو خدمتتون عرض کردم و درمان شما میتونید که از در واقع ویتامین های A, D, C, E
به صورت 5 روز به صورت آشامیدنی در تویور استفاده کنید. این رو به صورت آشامیدنی در تانکر آب اینها میریزید تا به مدت 4 تا 5 روز اگر شما اینها رو بهشون بدید، از استرس و از بیماری و از بسیاری از مطالب که خدمتون گفتم میتونید نجات پیدا کنید و این مسئله هم علل پرویزی هم در اینها تا حدودی کنترل بشه. اگر نکته هم دیدید که در اونجا پرویزی صورت گرفته و مرغ ها نوک میزنن بهش و ممکنه ایجاد بیماری کنه، میتونید از اسپری OTC یا اکسی تتراسایکلین هم در این مورد استفاده کنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. خدا نگهدارتون.